در بهشت انواعی مختلف لذایز وجود دارد. ما در مورد آنها چیزی نمی دانیم، اما در مورد یکی از آن لذایز یقیناً آگاه هستیم، لذتی که هیچگاه در این دنیا آن را تجربه نکرده ایم و انشاءالله که در آخرت تجربه خواهیم کرد، و آن دیدار الله سبحانه و تعالی است. برادران و خواهران مسلمانم، حال برایتان چگونگی به وقوع پیوستن آن را بیان می کنم. شما در آن روز در بهشت در خانه هایتان نشسته می باشید که ناگهان فرشته ای دروازه را تک تک می زند. وقت دروازه را تک تک می زند، میگه بیا که تا به دیدار الله سبحانه و تعالی برویم. این حالت است که تا هنوز هرگز الله سبحانه و تعالی را ندیده اید و ملاقات نکرده اید. سپس دروازه را باز می کنید، می بینی که وسیله ای برای انتقال شما آماده می باشد و شما توسط آن به یک میدان زیبا و مقبول باز می روید، جایی که کوههای همانند ستون طلا و مشکبار وجود دارد. همگی در آنجا به اساس درجه‌ای که در بهشت دارند نشستند و هیچ کس احساس بد در مورد دیگری ندارند، و ما در آنجا در حالی که روزهای این دنیا را به یاد می آوریم نشسته ایم. و ناگهان برادران و خواهران مسلمانم، بالای سرتان را نظر می اندازید و روشنایی را می بینید، روشنایی در پی روشنایی، و ما می بینیم و از فرشتگان می پرسیم آیا این الله است؟ چون تا حال او را ندیده ایم، و فرشتگان پاسخ می دهند نخیر، این نور است که از الله سبحانه و تعالی می تابد. برادران و خواهران مسلمانم، در حالی که همون گونه مشغول مشاهده آن حالت هستیم، صدای مشنوی که میگوید السلام علیکم یا اهل الجنه، درود بر شما ای اهل جنت. و ما در پاسخ میگیم اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام. یا الله سبحانه و تعالی، تو خود سلامتی هستی و سلامتی از جانب توست، با عظمت هستی ای صاحب جلال و احسان. برادران و خواهران مسلمانم، به دقت گوش کنید، وقت الله سبحانه و تعالی می فرماید آیا خوشحال هستید؟ آیا راضی هستید؟ و ما پاسخ می دهیم یا الله، چطور می توانیم خوشحال نباشیم در حالی که تو ما را از آتش جهنم نجات دادی و به بهشت داخل ساختی؟ و الله سبحانه و تعالی می فرماید دیگر چی می خواهید؟ و ما پاسخ می دهیم چیزی دیگر نمی خواهیم. و الله سبحانه و تعالی می فرماید نخیر، امروز روز بخشش نعمات است، می خواهم که نعمات بیشتری برایتان دهم. چی می خواهید؟ و همه ای ما با هم می گوییم یا الله، ظاهر خود را برای ما نشان بده، می خواهیم تو را ببینیم. قلب های ما برایت می تپد، ما تمام عمر تو را عبادت کردیم و هرگز تو را ندیدیم، تو برای ما هر گونه نعمت عطا کردی. برادران و خواهران مسلمانم، برای اکثر ما او اسلام را داد در حالی که ازش نخواسته بودیم، و برای کسانی که در این دنیا به اسلام مشرف شدند نور هدایت نصیبشان کرد. برادران و خواهران مسلمانم، شما می خواهید او را ببینید، قلب هایتان برایش می تپد، دوستش دارید، یا الله می خواهیم تو را ببینیم. و سپس موانعی که بین ما و الله سبحانه و تعالی است دور می شود، و برای اولین بار به دیدار الله سبحانه و تعالی نائل خواهیم آمد. کس را خواهید دید که شما را از هیچ خلق کرد؟ کس را خواهید دید که خود زیبایی را خلق کرد؟ کس را خواهید دید که شما را بهتر از خودتان مشناسد؟ کس را خواهید دید که برایتان فرصت‌های زیاد داد تا از آن استفاده کرده و بتوانید
وارد بهشت شوید. کس را خواهید دید که مهربان تر از مادرتان است؟ صحابه از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدند: یا رسول الله، آیا ما الله سبحانه و تعالی را همین گونه آشکارا خواهیم دید؟ و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: به مهتاب ببینید، آیا می توانید آن را واضح ببینید؟ صحابه گفتند: بله. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: دقیقا همین گونه می بینید. و برادران و خواهران مسلمانم، دیدار الله سبحانه و تعالی نعمت است که در این دنیا از آن مستفید نمی شوید.